از لندن سلام دارم به شما آقای کاوه موسوی، حقوقدان در شهر آکسفورد انگلستان. سلام بر شما، همچنین جناب فرودی و بینندگان شما. آقای موسوی، میدونیم که گزارش سر جان چیلکات، مأمور تحقیق در مورد مشارکت بریتانیا در جنگ عراق، پس از 7 سال و صرف هزینه معادل 10 میلیون پوند سرانجام انتشار یافته و تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا در جاهای مختلف این گزارش مورد انتقاد قرار گرفته، به خاطر اینکه انگلستان رو وارد جنگ کرد، جنگی که به گفته سر جان چیلکات آخرین راه چاره نبود. صدام حسین تهدیدی آنی برای امنیت بریتانیا نبود و همینطور شاید معالن به اقدام نظامی نیازی نبود، اما استراتژی مهار و نظارت بازرسان سازمان ملل متحد بر عراق میتوانست برای مدتی ادامه پیدا کنه. به نظر شما به عنوان یک حقوقدان، آیا حسابرسی کاملی شده از مشارکت بریتانیا در جنگ در گزارش سر جان چیلکات که در 12 جلد هستش؟ من البته 12 جلد رو نخوندم، ولی چون خودم از کسانی بودم که استشهاد به این کمیسیون فرستادم و نظر حقوقی، خلاصش برای من فرستادن. خلاصه رو من خوندم، بسیار بسیار مطالعه بیطرفیه به نظر من، و نتایجی که گرفته شاید غیر منتظره بودن. در بریتانیا خیلی انتظار می‌رفت که نظر به این که منافع خیلی خیلی جدی رو ممکن بود این به خطر بندازه، بر شیوه معمول این نوع تحقیقات یه نوع به اصطلاح کوتاهی‌های درش بشه که زیاد خطرناک نباشه برای اون منافع اصلی، ولی نه، می‌بینم بسیار پرمحتوا، پرفکر، متعادل، ولی در این حال با پیشنهادات خیلی 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 حساب شده و منسجم بود. در مجموع من شخصا به عنوان حقوقدان بسیار از بیطرفی و ارزیابی متعادل از داده هایی که به این کمیسیون داده شده بود رم کردم. خب در این گزارش آقای بلر مستقیما به دروغگویی متهم نشده، اما به صورت تلویحی میتونیم در همون خلاصه 150 صفحه از گزارش چیلکات به این نکته برسیم، به این نتیجه برسیم که تونی بلر اونطور که باید و شاید در این مورد اقدام نکرده بود و مطیع کامل حرفهای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بوده و از 8 ماه قبل از جنگ عراق خودش رو آماده میکنه و متعهد میسازه به اینکه من حاضرم هر کاری که شما بگین انجام بدم. این برای تونی بلر چه پیامدهایی میتونه داشته باشه آقای موسوی؟ ببینید، اگر سیاست مدارا رو بخوایم با میزان راستگویی بسنجیم، که خب دیگه سیاست مدار توی دنیا نمیمونه. بدلیل این که سیاست، اصل سیاست یعنی چی؟ یعنی مدیریت تضادهای اجتماعی و منافع متضاد با هم. آدم نمیتونه همه رو در آن واحد راضی نگه داره. کسی که همه رو بخواد راضی نگه داره که تصمیم نمیتونه بگیره، چون منافعی که در جامعه وجود دارن هم در عرصه داخلی و در عرصه بین‌المللی خب اونقدر متضاد هستن که هنر دیپلماسی، هنر سیاست همین نیست که بتونه از این برخوردها بالاخره یه نتیجه بتونه یه تصمیم بگیره. با این معیار اگر آقای بلر رو بخوایم قضاوتش بکنیم، قضاوت غیر منصفانه است، ولی مسلما در اینجا به نظر میرسه که آقای بلر خب کوتاهی کرده. منافع بریتانیا الزاما اینطور نبوده، همونطور که چیلکات نوشته، که همون موقع وارد جنگ بشه و از فرصت‌های باقی مانده برای راه حل صلح‌آمیز استفاده نکرده. و هیچ، گرچه که چیلکات میگه شاید جنگ اجتناب ناپذیر میشد در آینده، ولی این به هیچ وجه به طور داده علنی و عینی نیست، الزاما اینطور نمیشد باشه. در اینکه بلر کوشش میکرد که امریکا رو یه خورده سعی کنه که متعادل‌تر کنه در این برخورد و سعی کنه که پاشونه به سازمان ملل بکشه و قانع کنه که
قبل از این که این حملات شروع بشه شورای امنیت یک قطعنامه دیگری بجز اون 1441 که در بعد از جنگ کویت و عراق بود گذاشت، سعی کرد که اینا رو بکشه به اونجا و موفق نشد. باید تاریخ باید قضاوت کنه که در اون زمان به خصوص آیا رهبر دیگه‌ای در بریتانیا بود، کار دیگه‌ای میتونست بکنه در اون جبهه به خصوص یا نه. از نظر حقوقی اگه بخوایم بپرسیم و رسیدگی کنیم، خود چیلکات میگه که ما نظر حقوقی نمیتونیم بدیم. اولا حقوقدانی در این کمیسیون نبود، ثانیاً علنا میگه که اون برای دادگاه است که باید روشن کنه که آیا این جنگ غیرقانونی بوده یا نبوده. اما اگه آقای خود بلر این سوال شما نیست که این قابلیتی داره که کیفیت جنایی جزایی بر علیهش آماده بشه، این یه بحث دیگه است که خب من میتونم جواب بدم اگه سوال شما این باشه. خب همین که مثلا چیلکات میگوید که بریتانیا سربازانش را به درستی برای این جنگ مجهز و آماده نکرده بود و تمهیدات کافی برای بازسازی عراق بعد از جنگ انجام نشده بود، همین که خب میدونیم 179 نظامی بریتانیایی کشته شدن در جنگ عراق، آیا خانواده های قربانیان میتونن بر اساس این گزارش چیلکات علیه آقای بلر اقامه دعوا بکنن در دادگاه؟ شخص بلر نه، در کم و کاست هایی که دولت، وزارت دفاع، هیئت دولت، کابینه در این آماده کردن نیروهای بریتانیا برای حمله و بعد اشغال عراق بوده که کم و کاستاش مسلما قابل تعقیبه، ولی این ادعای مدنی است، ادعای جزایی نیست و مسلما مسئولیتش به خود آقای بلر نمیرسه و الان هم خب من موکلین دارم همین الان که این موضوع رو میخوان پیگیری کنن. نه فقط این صد و اندی نفر بریتانیایی، شما در نظر بگیرید که صدها هزار نفر عراقی کشته شدن تو این کار. یعنی مسئله شاید جدیتر نیست که آیا اونها هم راهی دارن یا نه. بله شخص بلر خیر، منم اگر بخواید موضوع از نظر حقوقی و فنی باز کنم براتون میتونم، ولی بر علیه دولت بریتانیا قانون جزایی بین المللی خیلی روشنه، جنایات جنگی قابل تعقیب هستند. بله. چه میکنه؟ جنایات بر علیه بشر قابل تعقیب هستند. قانون بین الملل از نورنبرگ به این طرف همینجور جلوتر اومده تا اینکه رسیده به قانون روم که قانون به تأسیس دیوان جنایی بین المللی است که از سال 2002 مشغول کاره. زیر اون قوانین البته مسائل قابل پیگیری و عواقب داره و خسارت هم مسلما میتونن بگیرن. به تمام روزنامه های بریتانیا روز پس از انتشار گزارش چیلکات صفحات نخستشون به چاپ خبرها و عکس های مربوط به این کنفرانس مطبوعاتی آقای چیلکات و همینطور تونی بلر اختصاص یافته بود. یکی از این تیترها رو میخوام براتون نشون بدم اینجا، در فکر میکنم اگه ببینید نوشته Blair is world's worst terrorist، از روزنامه دیلی استار که میگوید بلر بدترین تروریست جهان هستش. تونی بلر میدونیم آقای موسوی بعد از اینکه میز صدارت رو ترک کرد به کارهای دیگری مشغول شد و در بخش خصوصی بسیار فعال و بسیار هم پولساز بوده. آیا فکر میکنید گزارش چیلکات این لطمه به اون وارد کنه به حدی که دیگه نتونه اون فعالیت‌های خودش رو در بخش خصوصی به اون صورتی که قبلا بود با اون منافع سرشاری که از اون حاصل می‌شد ادامه بده؟ سوداگران که دنبال این حرفا نیستن آقای فرهودی، اینا دنبال نیستن کسی کلیدی تو دست داره که بتونه کاری رو جلو ببره، به در ارتباطات خصوصی با این پادشاه، با اون شیخ، با اون خان روابط خصوصی داره، روابط سر و سری داره و غیره. اگه بتونه کلید این کار باشه مسلما ازش حمایت میکنن و قرارداد بهش میدن. شما وقتی ببینین گلنکور وقتی میخواست که با اون شرکت تجارتی مواد خام یکی بشه و حمایت شیخ عربی رو لازم داشت، برای یک روز 1,000,000 پوند با آقای بلر پول دادم برای اینکه بره این کار این معامله رو جوش بده. بعید میدونم که
آقای بلر دیگه باورآرایی در جامعه مدنی نداره دیگه، مسلما بعد از این جریان هم اون وجهی که داشت خدشه بیشتری بهش خورده و بسیار بعید میدونم که بتونه به عنوان یه دولت مرد در سطح جهانی بتونه کار کنه، ولی به عنوان یه دلال بله مسلما دیگه دلال که آبروی مدنی لازم نداره. خب این فرصت رو داشت تونی بلر که بعد از انتشار گزارش چیلکات بیاد و عذرخواهی بکنه و میدونیم که این کار رو نکرد، گفت اگر دوباره بخوام یه همچین تصمیمی بگیرم بر اساس اون گزارش های اطلاعاتی که بعدا معلوم شده گزارش ها نادرست بوده این تصمیم رو اتخاذ میکرده و میگوید که هنوز هم فکر میکنه اگر به عراق حمله نمیشد وضعیت خیلی بدتر از اون چیزیه که امروز شاهدش هستیم. چرا فکر میکنید حاضر نمیشه که بیاد علنا عذرخواهی کنه بابت این تصمیمی که اتخاذ کرده؟ اولا اگه بکنه خب بار حقوقیش بالاتر میره، شما اگه ادعای بله کسی داری باید به داد ثابت کنی، اگه خودش بیاد معذرت بخواد یعنی 95% ادعای شما رو ثابت کرده. خب بلر با وجودی که وکلای بسیار قوی داره ولی وکلای همچین درجه دو درجه سو هم بهش میگن که اگر بیای معذرت بخوای یعنی تلبیحا، نه چرا تلبیحا، تصریحا پذیرفتی کاری که کردی که ممکنه عواقب قانونی داشته باشه. و این گذشته از این با اون دانش و شناختی که ما از بلر داریم شاید جدا باور میکنه که این کار درستی بوده. ایشون صریحا میگفت صدام یک جانی بین المللی بود و اگر مونده بود خب همون بساط رو ادامه میداد. در طولش نه تنها به مردم خودش حمله شیمیایی کرد، به ایران حمله کرد، به کویت حمله کرد، نقشه های دیگه در سر داشت که خب مورخین اینو باید قضاوت کنن، یعنی قضاوت اخلاقی بسیار مشکل. جناب فرهودی من نمیدونم اگه من و شما در اون زمان بودیم با اون مسائلی که روبرو بودیم چه تصمیم می‌گرفتیم. البته چیلکات میگه که یه خود عجله کردن، یه خودم زیر نفوذ فشارهای ایالات متحده این کار کردن و البته دادستان کل کشور لورد گولدسمیت دیدیم که به فاصله چند ماه نظر قانونش عوض کرد. خب اینا بسیار سوال برانگیز هستن، شکی درش نیست، ولی آیا این کافیه برای اینکه انسان بتونه پرونده کیفری برای بلر آماده کنه؟ از نظر قانونی که غیر ممکنه، ولی پرونده مدنی خب شاید چون بارش بار اثباتیش کمتره شاید بشه و عده‌ای هم دارن روی موضوع کار میکنن الان. پس شما معتقدید که چیلکات اون کاری که باید انجام بده بعد از این 7 سال به درستی انجام داده و هیچ جای انتقاد از نحوه این حسابرسی به نظر شما وجود نداره؟ بله، زمان چیلکات یک گزارش بارز نوعی که باید محققین وقتی وظیفه بهشون داده میشه که تحقیق کنن، این نوع کاملی از اینه. در بریتانیا بودن تحقیقات کمیسه تحقیق برای درست کرده، مثلا بعد از قتل عامی که در ایرلند شمالی در اون یک شنبه خونین در 1972 شد، لورد ویجری که یه قاضی خیلی ارشدی بود یه گزارش نوشت که اصلا خنددار بود. 40 سال بعد تقریبا تونی بلر مجبور شد از لورد ساویل خواهش کنه که یه گزارش دیگه بنویسه که نتایجی گرفت 180 درجه مخالف اون چیزا بود. این چیلکات به نظر من از اون کاملترین نمونه های تحقیقی است که خلاصه آبروی سیستم تحقیق در بریتانیا رو خریده، برعکس بعضی تحقیقاتی که آبروشون میبره. نه، این قضاوت تاریخ در مقابل چیلکات بسیار بسیار مثبت خواهد بود به نظر من. آقای موسوی، حزب کارگر که رهبریشو جرمی کوربین بر عهده داره، جرمی کوربین آمد و علنا از طرف حزب کارگر عذرخواهی کرد، در درجه اول از اون هزار خانواده هزاران هزار عراقی که در این جنگ کشته شدن و بعد هم خانواده قربانیان بریتانیایی. این صحبت هایی که کوربین کرد، خب میدونیم تونی بلر هم نخست وزیر حزب کارگری بوده، آیا هیچ نوع تأثیری میتونه داشته باشه در اقامه دعوای خانواده های نظامیان کشته شده؟ ببینید، مدنی به اندازه کافی ادعا هم خود شما اشاره کردید به این وسایل و ابزاری که نیروهای بریتانیا داشتن خب ناقص بود،
ناقص بود برای مبارزه‌ای که در اونجا میخواستن بکنن. هلیکوپتر دیر میرسید، جیپ، تانک و غیره، مهمات، بارود و غیره. خب اینا چه بجه؟ لباس صحرایی اینا. دقیقا لباس صحرایی، بعد زره در مقابل بمب جاده‌ای و غیره. چون که بر اساس اینها خب یقینا ادعای مدنی بر علیه دولت، بر علیه وزارت دفاع میشه کرد و شروع هم شده. حالا این یه مقدار دیگه نفت روی آتیش میریزه این گزارش چیلکات، ولی زمینه برای اقدام جزایی، جرم جزایی بر علیه بلر، نه تنها این چیز جدیدی به این اضافه نمی کنه، بلکه از قانون، نه قانون داخلی و نه قانون بین الملل اجازه میده. اگر خواسته باشید من اینطور بدم باز کنم براتون مسئله رو، ولی فعلا هنوز قانون بین الملل، قانون جزایی بین الملل هنوز به اونجایی نرسیده که به خاطر شروع جنگ متخاصم و تجاوزگر مسببینش هنوز محاکم بشن. اینو حالا میتونیم بعدا صحبت بکنیم به طور فنی، ولی الان بر علیه تونی بلر من نمیدونم امکانی وجود داشته باشه. یعنی به طور یقین اگر نظریه حقوقی از من بخواید میتونم به طور یقین بگم که امکان نداره بر علیه ایشون هنوز اقامه دعوای جنایی دادستانی برای شروع کنه. آقای موسوی، چه تأثیری این میتونه داشته باشه برای دولت‌های بعدی بریتانیا اگر در یک موقعیت مشابهی قرار بگیرن، که مثلا باید نخست وزیر بیاد بین جنگ و صلح یکی رو انتخاب بکنه؟ این گزارش چیلکات چه جایگاهی به شما براش متصل است؟ سوال بسیار خوبیه جناب فرودی. ببینید الان 2016 هستیم، از سال 2017 دادستانی دیوان جنایی بین المللی صریحاً گفته که اجماعی که در 2010 برقرار شد برای اینکه رسیدگی کنم به مسئله اون موضوع چهارمی که در کنفرانس روم در 1998، کنفرانسی که نتیجه شد به وجود آوردن و تأسیس دیوان جنایی بین المللی، رو سه موضوع در این کنفرانس به توافق رسیدن. رو موضوع چهارم همین موضوعی بود که شما بهش اشاره میکنید که رو اون توافق نرسیدن. روی موضوع جنایات جنگی به توافق رسیدن، روی موضوع نسل کشی جنوساید به توافق رسیدیم، روی موضوع جنایات بر علیه بشریت به توافق رسیدیم، ولی روی موضوع شروع جنگ متخاصم و متجاوز، جنگ تجاوزگرا، هیچ اجماعی به وجود نیامد. این موند تا سال 2010. سال 2010 این جنگی که بلر شروع کرد 2003 بود، توجه میکنید؟ الان اگر این جنگ در 2011 شروع شده بود، این وضع قانونی خیلی فرق میکرد. این میگید که این گزارش چیلکات چه اثری میتونه داشته باشه؟ الان تردیدی نداشته باشید اگر این اتفاقات در سال آینده که 2017 دادستانی دیوان جنایی بین المللی گفته صریحاً از 2017 از نظر اونها قانون جزایی بین المللی به اندازه کافی تکامل یافته که مسببین جنگ‌های تجاوزگرانه رو به عنوان متهم جنایی بین المللی بکشنشون به دادگاه. یکی از بزرگترین نتایج این گزارش چیلکات همین خواهد بود که علارغم اینکه خود چیلکات گفته ما محکومیت حقوقی در اینجا مطرح نیست، ما قضاوت حقوقی نمی کنیم، ولی مزالک این گزارش که نوشته قدم بسیار، کمک بسیار بزرگی در پیشبرد قانون جزایی بین الملل. اگر در 2017 سال آینده به بعد دولتی، حالا دولت بریتانیا شما میفرمایید، دولت بریتانیا یا هر دولتی بخواد از این کارهایی که بوش و آقای بلر کردن بکنه، باید بدونن که اون رهبران اون کشورها که با دیوان جنایی بین المللی روبرو خواهند بود. ممکنه الان نگیرنشون. جنرال پینوشه هم فکر نمیکرد بگیرنش، آقای میلوسویچ هم فکر نمیکرد بگیرنش، مسلما سران آلمان نازی هم فکر نمیکردن که بگیرندشون و همینطور سران حکومت ژاپن. ولی قانون جزایی بین المللی ممکنه دیر بیاد، ولی بالاخره میاد و با این اتفاقی که افتاده الان یه قدم بسیار بزرگی در اون مسیر برداشته شده شده. خانواده های قربانیان عراقی این جنگ چی؟ اونها آیا دستشون به جای بند هست؟ میتونن از لحاظ حقوقی اقدامی به عمل بیارن علیه دولت بریتانیا؟ مسلماً الان شروع شده. الان شروع شده و این چیلکات کمک بزرگی بهشون میکنه. اونا
دعوای جنایی هنوز نمیتونن بکنن، ولی غرامت مدنی میتونن بگیرن، بدین معنا که دولت رو نمیتونن بگن که جنایات جنگی سبب میشه که ما افراد و پرسنل ارتش رو بخوام تعقیب کنیم. اون کار دادستانی است، ولی در مواردی هم بوده که پرسنل ارتش تعقیب شده، ولی اونا دنبال غرامت هستن فعلا، که در دادگاه ها باز شده و این گزارش هم خیلی به طور ملموس کمک میکنه به این موضوع. من که خودم حقوقدانم و خب موکلینی دارم که روی این موضوع دارن کار میکنن و پیگیری میکنن، تردیدی ندارم که این گزارش کمک بسیار موثری کرده. آقای موسوی، در این گزارش اشاراتی هم به ایران شده، نمیدونم شما مطالعه فرمودین اون قسمت هاشو، مثلا در مورد صحبت هایی که آقای دالتون، ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران، در این کمیسیون چیلکات میره و شهادت میده، که در اونجا گفته که ما مشورت های نزدیکی با ایران داشتیم و ایران هم اعتقاد داشت که عراق صاحب سلاح های کشتار جمعی است، که بعدا متوجه میشن همه که همچین چیزی صحت نداشته. آیا فکر میکنید ایران هم، اون موقع آقای چلبی هم به ایران خیلی سفر میکرد، آیا فکر میکنید ایران به نوعی دخالت داشته در اون، در شکل گیری اون ذهنیت در آمریکا و بریتانیا که بله صدام حسین دارای سلاحای کشتار جمعی بوده؟ ببین، ایران که خودش چوب صدام حسین خورده، هم بهش حمله شده، هم حمله شیمیایی شده و صدها هزار جوان ایرانی به خاطر جنگی که صدام حسین تحریک کرد و شروع کرد، و البته آقای خمینی شروعش کرد، بدین معنا که تحریک آقای خمینی بود که این جنگ با وجود آورد. خب ایران زینف بوده در این مسئله، و اگر تعجب نکنید اگر ایران بخواد قانع کنه امریکا رو و بریتانیا رو که صدام رو بکشن پایین، چون صدام واقعا یک خطر خیلی جدی برای ایران بود و ایران هم حواسشون جمع بود. اگر صدام سقوط میکرد، یعنی حیات خلوتی میشد برای جمهوری اسلامی که عملا شده دیگه. منتها چیلکات یا شهادت و استشهاد ایران و براش ارزشی داشته یا نه، بسیار بعید میدونم که به چیلکات زیاد اهمیت به گفته ایران بده. منظور من چیلکات نیست، منظور من خود بلر و جورج بوش اینا، چون از طریق چلبی خب ایران با اینا ظاهرا در ارتباط بوده، چلبی سفرهای زیادی هم به ایران کرده بوده. خود آقای دالتون میگوید که ایران اعتقاد داشت که صدام حسین دارای سلاح کشتار جمعی است. آیا این امکان هستش که ایران از طریق چلبی بریتانیا و آمریکا رو یه جوری متقاعد کرده که بله بیایید حمله کنید، صدام WMD سلاح کشتار جمعی داره؟ از جمهوری اسلامی آقای فرادی هر چی بگی برمیاد، و خب حقشون هم هست، بدیم معنا که جمهوری اسلامی دنبال منافع خودشه و کشیدن پایین کشیدن صدام خب شکی نیست که به نفع جمهوری اسلامی بوده. آیا این نفوذی داشته روی بریتانیا یا امریکا؟ امریکا که در اون موقع خودش میخواست باور کنه بدترین تعریف رو از صدام حسین، دلش میخواست هر چی بگن خودش، اگرم نمیگفتن خودش میگفت که باور کنه. بریتانیا شاید یک کمی کمتر، ولی در اون موقع دیگه احتیاجی به چلبی نبود. چلبی یک مثلا سهه میذاشت و معید اون چیزی که خود اینا میخواستن باور کنن. خود چیلکات هم صریحا میگه که اینا خیلی زود باور بودن، خیلی زود باور کردن چیزایی که به هیچ وجه به این سفید و سیاهی که آقای بلر میخواست وانمود کنه نبودن. و بعید نیست که خب ایران هم آگاهانه از شلبی استفاده کرده باشه یا سوء استفاده کرده باشه، ولی لزومی نبود برای اینکه استشهاد ایران سبب بشه که اینا به عراق حمله کنن. اینا خودشون نیتشون این بود که به دلایلی که خب امروز میدونیم، اون روز تردید داشتیم ولی امروز شکی نداریم، به دلایلی که واضحه اونا میخواستن صدامو بکشن پایین و ایران هم زینف بود در این موضوع. آقای موسوی، آقای نکته دیگری هست که بخواین اضافه کنید به گفتگومون در این برهه از زمان؟ فقط موضوع مسئولیت جنایی و جزایی بلر. یه عده دیروز داشتن فریاد میکشن که بلر جانی و بلر باید محاکمه بشه و غیره. ببینید، من شخصا خیلی متاسفم که قانون هنوز به اونجا نرسیده، قانون جزایی بین المللی هنوز به اونجا نرسیده که افرادی مانند بلر و جورج بوش محاکمه بشن، به این دلیلی که جنگی شروع کردن، جنگی که بدون حمایت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بوده. قانون بلر هنوز به اونجا نرسیده، ولی داره میرسه.
این اگر نتیجه این همه فداکاری مردم عراق و جانفشانی مردم عراق و محبت نتیجهش این میشه که نهادها و سازمانهای بین‌المللی بپذیرند و قانون این مرحله آخر، این جهش آخر برداره که مسببین جنگ هایی که جنگ های تجاوزگران هم مسئولیت جنایی حقوقی داشته باشن، این نتیجه بسیار مثبتی خواهد بود که از این جریان برخواسته. سپاسگزارم از شما کاوه موسوی، حقوقدان در آکسفورد، که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفتگو.